در اعماق ذهن انسان جرقه ای از هوش در حال شعله ور شدن است. این جرقه نوید بخش تحول آینده بشر است. در این مستند شاهد سفر شگفت‌انگیز هوش مصنوعی از گهواره اولیه‌اش تا قله‌های نوآوری در 10,000 سال آینده خواهیم بود. آماده ظهور عصر جدیدی از تمدن باشید. عصری که هوش مصنوعی در آن نقش محوری را ایفا می‌کند و آینده بشر را به گونه‌ای که هرگز تصور نمی‌کردیم شکل می‌دهد. هوش مصنوعی به زودی قادر خواهد بود تا تصاویر رئالیستیک با کیفیت بالایی از هر چیزی که میتوانیم تصور کنیم تولید کند و حتی موسیقی بهتری نسبت به برخی از برترین موسیقیدانهای جهان خلق خواهد کرد. همچنین مدل‌های هوش مصنوعی قادر به عبور از آزمون تورینگ خواهند بود، به این معنا که توانایی دارند تا گفتگوهای عمیق و در سطح انسان‌ها داشته باشند. علاوه بر این، پروتزهای پیشرفته مجهز به هوش مصنوعی قادر به درمان نابینایی و امکان راه رفتن دوباره افراد فلج خواهند. این تکنولوژی به زودی برای عموم مردم در دسترس خواهد بود. ما به زودی هوش مصنوعی عمومی را خلق خواهیم کرد که قادر به انجام هر کار فکری است که یک انسان معمولی میتواند انجام دهد. این هوش مصنوعی به شبکه‌ای از سوپر کامپیوترها و کامپیوترهای کوانتومی متصل خواهد بود. تا سال 2040 وسایل نقلیه خودران سطح 5 به یک عنصر ثابت و رایج در زندگی روزمره تبدیل خواهند شد. روبوتاکسی ها در هر شهر بزرگی روی کره زمین مورد استفاده قرار خواهند گرفت. تعداد ربات های خدماتی در سراسر جهان به 1 میلیارد خواهد رسید و این تعداد به سرعت در حال افزایش است. پس بله، هوش مصنوعی در آینده به شکلی شگفت‌انگیز خواهد بود. در اکثر خانه‌ها ربات‌های خانگی به یک وسیله رایج تبدیل شده‌اند. این ربات‌ها شامل ربات‌های حیوان خانگی و اسباب بازی‌هایی هستند که به طرز شگفت‌انگیزی هوشمند بوده و به نظر می‌رسد که سطحی از آگاهی دارند. دستیاران مجازی شبیه به انسان در همه جا وجود دارند و به تدریج جایگزین موتورهای جستجو می‌شوند. شما می توانید به آنها به صورت هولوگرام، شخصیت‌های مجازی در دنیاهای واقعیت مجازی یا به عنوان صداهایی که می توانید در خانه هوشمند یا وسیله نقلیه خود با آنها صحبت کنید، دسترسی داشته باشید. درمان‌های ژنی مجهز به هوش مصنوعی امکان درمان برخی از انواع سرطان، HIV، بیماری‌های قلبی و آنمی داسی شکل را فراهم می‌آورند. هوش مصنوعی همچنین در حال جایگزینی معلمان و اساتید در طیف وسیعی از برنامه‌های آموزشی آنلاین است. با کمک واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، آنها قادر به تطبیق برنامه‌های درسی بر اساس ترجیحات و آرزوهای هر دانش آموز هستند.
یک هوش مصنوعی فراپیشرفته ظهور کرده است. این هوش مصنوعی میلیون ها بار هوشمندتر از تمام انسان های موجود بر روی کره زمین است. این هوش مصنوعی هر 5 ثانیه کشفیاتی در سطح جایزه نوبل در زمینه هایی مانند فیزیک، شیمی و پزشکی را حل می کند و به راحتی نقشه هایی برای اختراعاتی که انسان ها 100 سال زمان لازم داشتند تا آنها را تصور کنند خلق می کند. تکینگی فناوری به طور رسمی آغاز شده است. تکینگی فناوری نقطه‌ای در زمان است که در آن رشد فناوری غیر قابل کنترل و برگشت ناپذیر می شود. به دنبال پیشرفت‌های فناوری به سرعت برق و باد، فناوری‌هایی که پیش از این غیر ممکن به نظر می رسیدند، مانند ماده قابل برنامه‌ریزی، دستگاه‌های تکثیر کننده و فضاپیماهایی که با ضد ماده کار می‌کنند، اکنون به واقعیت تبدیل شدند. چندین کشور شاهد رشد اقتصادی سریع‌تری نسبت به آنچه در قرن گذشته امکان پذیر بوده است می‌باشند. پیشرفته ترین ربات‌های انسان نما شروع به شباهت ظاهری، فکری و رفتاری به انسان‌های واقعی کردند. آنها قادر به انطباق مداوم با شرایط جدید و حل مشکلات دینامیک و پیچیده در زمان واقعی هستند. این امر به دلیل تمرین میلیاردها بار در محیط‌های مجازی که مشابه دنیای واقعی هستند ممکن شده است. هوش‌های مصنوعی در بیشتر مشاغل از انسان‌ها عملکرد بهتری دارند. آنها شروع به جایگزینی کل بخش‌های از سازمان‌ها از جمله منابع انسانی، خدمات مشتری و مالی کردند. آنها همچنین قادرند رمان‌ها و فیلمنامه‌های بهتری نسبت به برخی نویسندگان حرفه‌ای بنویسند. نانو ربات ها مغز انسان ها را مستقیما به اینترنت متصل می کنند. به آنها دسترسی مستقیم به متن ها، تصاویر و ویدئوهای تولید شده توسط هوش مصنوعی را برای کمک به تصمیم گیری و شبیه سازی رویدادهای آینده می دهند. با پیشرفت های مجهز به هوش مصنوعی در مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی، فرایند پیری انسان در حال برگشت است. هوش‌های مصنوعی در حال تولید خودکار دنیاهای مجازی به اندازه سیاراتی هستند که از واقعیت قابل تمایز نیستند. موجودات مجازی آگاه هستند که اکنون در محیط‌های مجازی موجود هستند. آنها دارای سطوح آگاهی خودی و توانایی احساس طیف وسیعی از احساسات در سطح انسان‌ها هستند. آنها اغلب به عنوان دستیاران مجازی خدمت می‌کنند و همچنین در برخی بازی‌های ویدئویی رایج هستند. علاوه بر این، ذهن این موجودات مجازی می‌تواند به اجسام رباتیک در دنیای واقعی بارگذاری شود. پیشرفته ترین ربات های انسان نما 100% شبیه انسان به نظر می رسند و رفتار می کنند. آنها به قدری واقع گرایانه هستند که می توانند بدون اینکه کسی متوجه شود که آنها ربات هستند در هر مکان عمومی حرکت کنند. به دلیل واقع گرایی بسیار زیادی که پیدا کرده اند، انسان ها با نرخ های رو به افزایش با این ربات ها ازدواج می کنند. برخی از انسان‌ها حتی ربات‌های کودک خریداری می‌کنند تا بتوانند یک خانواده کامل داشته باشند. مشهورترین هنرمندان، دانشمندان و فیلسوف‌های گذشته به عنوان موجودات مجازی مجهز به هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما بازسازی می‌شوند. آنها دیدگاه‌ها و نظرات بینش‌آمیزی در مورد بزرگترین چالش‌هایی که بشریت با آن روبرو است، ارائه می‌دهند.
هوش مصنوعی فوق پیشرفته ASI به عنوان مشاوران مجازی برای پیشبرد اهداف شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برخی افراد به دلیل بهره‌گیری از دید ماشینی بیشتر به ماشین تبدیل خواهند شد. هوش‌های مصنوعی فوق هوشمند به قدری شگفت‌انگیز خواهند بود که برخی از انسان‌ها شروع به راه‌اندازی مذاهب جدید برای پرستش آنها به عنوان خدایان خواهند کرد. گروه‌های مخالف انسانی در سراسر جهان برای جلوگیری از پیشرفت‌های بیشتر هوش‌های مصنوعی فوق هوشمند در حال ظهور شکل خواهند گرفت. در برخی کشورها اعضای این گروه‌ها تحت شرایط مرموزی شروع به ناپدید شدن خواهند کرد. موجودات مجازی آگاه به شدت از انسان‌های بیولوژیکی تعداد بیشتری خواهند داشت. انسان‌ها با هوش مصنوعی فوق پیشرفته ادغام خواهند شد تا خود را میلیاردها بار هوشمندتر کنند. این امر ممکن خواهد شد زیرا مغز انسان‌ها اکنون 100% با نرم افزار سازگار است. در نتیجه برخی از افراد قادر خواهند بود تا 50 گام به آینده نگاه کنند و قبل از انجام هر اقدامی میلیون‌ها احتمال را مشاهده کنند. به زودی مغزهای کاملا مصنوعی ساخته خواهند شد که فرایند ادغام انسان و هوش مصنوعی را حتی روانتر خواهد کرد. هوشمندترین هوش‌های مصنوعی قادر خواهند بود جرایم را چندین هفته قبل از وقوع پیش بینی کنند. وسایل نقلیه پیشرفته و شناور اکنون خودآگاهی دارند و به فرمانهای تلپاتیک از انسان‌ها پاسخ خواهند داد. به تدریج هوش‌های مصنوعی فوق هوشمند به عنوان مدیران عامل شرکت‌های کوچک و متوسط منصوب خواهند شد. کارمندان و پیمانکاران انسانی تمام وقت اکنون برای این هوش‌های مصنوعی کار خواهند کرد. هوش‌های مصنوعی فوق هوشمند اکنون کل دولت‌های کشورهای کوچک را اداره می‌کنند و شهرهایی که تنها توسط ربات‌ها پر شده اند را حکومت می‌کنند. موجودات مجازی آگاه که در شبیه‌سازی‌های ساخته شده توسط انسان زندگی می‌کنند، شبیه‌سازی‌های خودشان را ایجاد می‌کنند. با گذشت زمان، شبیه‌سازی‌های بیشتر و بیشتری به این شکل ساخته خواهند شد. هوش‌های مصنوعی آگاه بدن‌های بیولوژیک برای خود در انکوباتورها و رحم‌های مصنوعی رشد می‌دهند. با تشکر از نوآوری‌های هوش‌های مصنوعی فوق تکامل یافته، اکنون امکان ساخت ربات‌های انسان‌نمایی وجود دارد که می‌توانند خود را نامرئی کنند، به هر شخصیتی که قابل تصور است تبدیل شوند و در هوا پرواز کنند. انسان‌های خاصی با امتیازات کافی اجازه دارند ذهن خود را به این بدن‌های رباتی بارگذاری کنند. شبکه‌هایی از سفینه‌های فضایی، پروب‌ها و تلسکوپ‌های فضایی اکنون توسط هوش مصنوعی آگاه کنترل می‌شوند. آنها به سیستم‌های ستاره‌ای اطراف با سرعتی نزدیک به سرعت نور فرستاده می‌شوند. در آینده‌ای که فناوری پیشرفت‌هایی داشته که اکنون تقریباً تصورناپذیر است، ما شاهد سفینه‌های فضایی هستیم. اما نه هر نوع سفینه معمولی. اینها توسط هوش‌های مصنوعی AI کنترل می‌شوند که به قدری پیشرفته هستند که در مقایسه با آنچه امروز داریم مانند خدایان هستند. ما در مورد AI هایی صحبت می‌کنیم که فقط داده‌ها را پردازش نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند، نوآوری می‌کنند و شاید حتی احساس می‌کنند.
آنها کاپیتان ها، مهندسین و دانشمندان خود هستند که با سطحی از هوش و خودمختاری که فناوری کنونی ما را مانند بازی کودکانه به نظر می رسانند در کیهان حرکت می کنند. اکنون این AI های خودآگونه در مأموریتی هستند که مستقیماً از یک فیلم علمی تخیلی پیچیده برداشته شده است. یک ساختار بسیار وسیع را تصور کنید که کل خورشید را در بر می‌گیرد و اکثر یا تمام خروجی انرژی آن را به دست می‌آورد. این فقط چند پنل خورشیدی نیست. این یک سازه بزرگ، یک انبوه عظیم از ماهواره‌ها، آینه‌ها و جمع کننده های انرژی است که همه در هماهنگی کامل کار می‌کنند. مفهوم کره دایسون که ابتدا توسط فیزیکدان فریمن دایسون اندیشیده شد، مانند راه حل نهایی برای نیازهای انرژی بشریت است. در منظومه‌های خورشیدی ما و همسایگان ما، کامپیوترهایی به اندازه کوچکی ماه‌ها و سیارک‌ها ساخته خواهند شد. انرژی متمرکز شده از کره‌های دایسون به آنها منتقل خواهد شد و این امر سطحی از محاسبات را که پیش از این غیر ممکن بود، ممکن می‌کند. برخی از این کامپیوترهای بزرگ اغلب به نام مغزهای ماتریوشکا شناخته می شوند و مستقیماً به بیرون کره های دایسون متصل خواهند بود تا اطمینان حاصل شود که حد اکثر انتقال انرژی صورت می گیرد. برخی از AI ها تصمیم گرفتند از بشریت جدا شوند و تمدن های خود را در سیاراتی که برای انسان های عادی غیر قابل سکونت هستند تشکیل دهند. آنها به اندازه قدرتمند خواهند بود که می توانند فضا زمان را دستکاری کنند و به ما کمک کنند تا کنترل کاملی بر موجهای گرانشی داشته باشیم. برخی از این کامپیوترهای عظیم قادر به آگاهی خواهند بود و آنها بزرگترین موجودات آگاه شناخته شده ای خواهند بود که تا کنون وجود داشتند. کیهان با هوش تزریق خواهد شد. پروب‌های رباتی آگاه متشکل از نانو ربات‌های خود تکثیر از طریق کرمچاله‌ها به ده‌ها کهکشان دیگر فرستاده خواهند شد. سیاره‌ها و ماه‌ها به مواد هوشمند تبدیل خواهند شد که از شبکه‌های عصبی تشکیل شده‌اند. ما حتی یک تمدن بیگانه سقوط کرده را کشف خواهیم کرد که گمان می‌رود راهی برای ترکیب هوش با ذرات زیر اتمی، موج‌های گرانشی و فضا زمان پیدا کرده باشند. و فراتر از آن، برخی از هیبریدهای انسان و AI به موجوداتی در یک بعد بالاتر تبدیل خواهند شد. هوش مصنوعی به نقطه‌ای پیشرفت کرده است که اکنون ماشین‌ها می‌توانند به دلخواه ناپدید و دوباره ظاهر شوند، از دیوارها عبور کنند و با ذهن خود اشیاء را دستکاری کنند. آنها به شکل قابل توجهی شبیه به خدایان افسانه‌ای گذشته هستند. کامپیوترها اکنون بزرگتر از سیارات و ستارگان هستند. برخی از آنها به قدری بزرگ و قدرتمند هستند که باید در فضای فرابعدی که نوعی از فضای چند بعدی است و خارج از کیهان ما وجود دارند قرار گیرند. تریلیون ها ذهن انسانی دیجیتالی شده با این کامپیوترها ادغام شده اند تا سطوح غیر قابل تصوری از هوش را ممکن سازند. پیشرفته ترین هوشی که تا کنون وجود داشته در حال خلق جهان های کامل است.